چرا جنگ خیبر برای مسلمانان دارای ارزش و اهمیت؟ خب من باید یک مقدمه‌ای رو عرض کنم که بی سبب نیست، حتی برای شناخت تئوری‌های سیاسی پیامبر اسلام. ما در نوبت گذشته به داستان صلح حدیبیه پرداختیم، داستانی که محمد ابتدا با دیدن یک رؤیا یا خواب از جانب خدای خودش وعده می‌گیرد که وارد مکه میشه، قربانی میکنه، حج رو به جا میگذاره و برمیگرده. بسیاری از مسلمانان هم با این امید و نوید به راه افتادند که ما امسال میرویم بعد از حدود 5-6 سال دوری از مکه حج رو به جا میآوریم و برمیگردیم و خداوند هم پشتیبان ما. اما ما دیدیم که زمانی که محمد به حوالی حدیبیه رسید متوجه شد که قریش اجازه ورود نمیده. در اونجاست که اندکی مسلمانان نسبت به این وعد و وعید الهی دچار تزلزل شدند، یعنی گفتن خب اگر خدا چنین گفته چرا باید ما در برابر یک عده مشرک سر تعظیم فرود بیاوریم، به خواست اونها متمایل بشویم و حج ناکرده و قربانی نداده بازگردیم. نکته دوم این است که در همان حدیبیه محمد مجبور میشود صلح‌نامه ای رو امضا بکنه که برخی از مفاد این صلح‌نامه نوعی خفت و خاری برای او بود، از جمله حذف کردن نام رحمان و رحیم از کنار نام الله و از سوی دیگر برداشتن عنوان نبوت خود. یعنی در اون صلح‌نامه عنوان رسول اللهی رو برداشت و نوشت محمد ابن عبدالله. این سبب شده بود افرادی شاخص‌ترین چهره اون یعنی عمر ابن خطاب به پیامبر بتازند که مگر ما مسلمان نیستیم، مگر شما پیامبر نیستی، مگر خداوند با ما نیست، پس چگونه می که ما چنین قراردادی رو که بندهای بسیار زیادی از اون نشانه خفت ذلت هست بپذیریم. این کار به جایی رسید که حتی زمانی که محمد به یاران خود گفت بهتر از قربانی رو همینجا انجام بدیم و برگردیم، هیچ کدام از مسلمانان از دستور او تبعیت نکرد. ما تو برو قربانی خودت رو انجام بده. محمد اشاره می‌کنه که هیچ کدام از این یاران سخن من رو می‌شنیدن اما کلام من رو پیروی نمی‌کردن. این نشان می‌دهد که یک مشروعیتی در حال افوله، یک قدرت کاریزماتیکی در حال نزوله، باید این رو بازیابی کرد. ما از این دست مسائل کم ندیدیم جناب مانی. محمد در میانه راه هنوز دو منزل از حدیبیه حرکت ناکرده ناگهان سوره فتح رو نازل میکنه، به این عنوان که بله این هم یک فتحی بود و خداوند برای شما وعده گرفتن غنایم بیشمار رو داد، که حالا ما اشاره خواهیم کرد که این غنایم بیشمار همان خیبری بود که محمد از قبل نقشه اون رو کشیده بود که بتواند به اونجا حمله بکنه برای بازیابی مشروعیت و قدرت خود. اما این نوع بازیابی وجاهت ها کم نبود جناب مانی. حالا من نکاتی رو، مصادیقی رو، شواهدی رو به شکل خلاصه عرض کنم. ما پیشترها اشاره کردیم زمانی که پیامبر اسلام از شیب ابی طالب بیرون آمد شروع کرد به تبلیغات، به طائف رفت، به جای دیگر رفت، اما هیچ موفقیتی به دست نیاورد. در همین اسناست که ناگهان داستان معراج و اسراء رو برمی‌کشه، به این دلیل که چون دید کسی عملاً به او توجهی ندارد، وجاهت او زیر سوال رفت، با ساختن داستان معراج خواست بگوید ببینید این من هستم که خداوند من رو شبانه از مسجد الحرام به بیت المقدس برد، سپس به هفت آسمان گشتم، الله رو دیدم، جبرئیل رو دیدم، ابراهیم رو دیدم، موسی رو دیدم و در واقع همه اونها من رو به عنوان نبی تایید کرد. او خواست دوباره این مشروعیت خودش رو بازیابی بکنه. در زمان پیروزی هم او همین گونه بود، یعنی زمانی که در بدر در رمضان سال دوم پیروز میشه، هنوز یک ماه نگذشته در شوال به سمت بنی قینقاع میره، یعنی او دچار یک توهم قدرت میشه و چون مشروعیت او هم افزوده میشه سعی میکنه به قبائل کوچکتر دست اندازی بکنه. در زمان شکست هم همین کارها رو میکرد، مثلا یک سال بعد در احد زمانی که او شکست خورد در شوال سال سوم شروع کرد بلافاصله بعد از شکست، زمانی که خونین و مالین به مدینه بازگشتن و دید سپاه قریش بازگشته، ناگهان نیروهای خود رو جمع کرد، به شکل نمادین و بسیار مضحک به سمت همراه الاسد رفت که به تعقیب قریش بپردازد. حالا دقت بفرمایید، ایشان در احد جرأت نداشت، یاران او فرار کردند، خودش هم دندان شکسته، گونه شکسته، سرپاره شده به مدینه بازگشت، اما چون دید همان گونه که وعده داده بود در بدر فرشتگان به کمک من آمدند، خدا به کمک من آمد و ما توانستیم بر نیروهای قریش پیروز بشویم، حال چگونه در احد چنین شکست خوردیم، ناگهان باید ایجاد قدرت بکنه. این گونه است که ابن سعد اشاره میکنه که این افراد آمدند در همراه الاسد، سه شب ماندند، آتش روشن کردند و با فتح و ظفر بازگشتند، یعنی رفتن یک تیر الکی شلیک کردند و بعد برگشتن گفتن ما پیروز شدیم. این جالبه که شما این نوع رفتارهای محمد رو میتوانید رصد بکنید. نکته شگفت انگیزتر اون
ما در قضیه احزاب یا خندق داریم. زمانی که محمد مجبور میشه نزدیک به 15 روز محاصره بشه، افرادی مثل معتب بن قشیر و دیگران به او گفتن محمد به ما وعده کسرا و گنج های قیصر روم رو میده، اما ما نمیتوانیم به توالت برویم. یعنی تا این اندازه ما در حصار هستیم. خب این نوع مشروعیت زدایی ها نیاز به بازیابی داشت. برای همین هنوز نرسیده به خانه دستور میدهد که نماز عصر رو باید در بنی قریظه بگذاریم. و آن نوع رفتاری که او با اسرای بنی قریظه میکنه نشان دهنده این هست که میخواهد نوعی مشروعیت ایجاد کنه. یعنی آنقدر اون حالا به خصوص اون جمله‌ای که ابو سفیان در موقعی رفتن به او گفت که ما آمدیم اما شما 15 روز خود رو مخفی کردید و جرأت خودنمایی نداشتید، بر محمد چنان گران بود که اون رو بر گردن اسرای بنی قریظه انداخت. برای همین ما میبینیم که این نوع رفتارها نزد محمد وجود داره. خب در حدیبیه چه اتفاق افتاد؟ یک مشروعیتی توسط محمد زیر سوال رفت. طبیعی بود او باید بلافاصله مشروعیت رو بازیابی می‌کرد و بهترین بهانه خیبر بود، جایی که به عنوان انبار خاربار و حالا خلما و به نوعی مایحتاج زندگی مردم اون قسمت از حجاز شناخته میشد. برای همین محمد تصمیم میگیره در محرم سال هفتم بلافاصله به طرف خیبر بره. اما مسئله خیبر به همین سادگی نیست. خیبر محل حضور یهودیان متعددی بود، در قلعه های مختلف اینها ساکن بودند. یهودیان بنی نذیر هم که توسط محمد تبعید شده بودند، بخش اعظم اونها به همین قلعه ها رفت. اما محمد دست از سر اونها بر نداشت. ما ابتدا عرض کردیم ابو رافع سلام ابن ابی الحقیق توسط یاران محمد ترور شد در همان خیبر. بعد از سلام ابن ابی الحقیق یهودیان آمدند و اسیر ابن زارم یا برزام یا رزام، حالا با اون نوع متفاوتی از نگارش ها، او رو برکشیدند و به عنوان رئیس انتخاب کردند. محمد ابتدا عبدالله ابن رواحه رو میفرسته که برو ببین اوضاع به چه منوال هست. او میبیند که این شخص علاوه بر دلاوری، شهامت و شجاعت، به دنبال اتحاد میان یهودیان خیبر و قبائلی مثل فزاره، قطفان و دیگر قبائله. محمد احساس کرد که میتواند از این قدرت سیاسی اسیر ابن رزام یا زارم متحمل خسارت بشه. بنابراین بنابر همان جاسوسی یا به نوعی خبرچینی عبدالله ابن رواحه، این بار 30 نفر رو اجیر میکنه به همراه خود عبدالله میفرسته به این عنوان که شما بروید به اسیر بگویید به نزد من بیاید و من میخواهم ولایت او، زعامت او، امارت او بر یهود خیبر رو تنفیذ و تفویض بکنم. آنها میروند، اسیر رو دعوت میکنن که با ما بیا. اسیر هم فریب میخوره، به همراه اونها حرکت میکنه. در میانه راه متوجه میشود که قاعدتا محمد نمیتواند چنین مطلبی رو برای یهودیان به رسمیت بشناسه. در همون حال افرادی مثل عبدالله ابن انیس و دیگران اون رو ترور میکنن و اسیر رو میکشن. بنابراین ما میبینیم که این مسئله خیبر در گذشته برای محمد مشکلاتی داشت. اما محمد سعی میکنه در همین حال با افرادی مثل رفاعت بن زید که از بزرگان قطفان بود صلح برقرار بکنه، چون نمیخواست او هم به نزد خیبریان برود و از اونها حمایت کنه. یک نکته رو جالبه که من عرض کنم، اهمیت ترور و حالا به نوعی دشمنی با یهودیان آنقدر برجسته هست که آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ سیاسی اسلام نکته رو آورده که من این رو میخوانم چون بسیار مهمه. ایشان در صفحه 267 کتاب خودشون میگوید در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغاتچیان دشمن غفلت نکرده. حالا منظور از تبلیغاتچیان شعرا، خطبا، سخنوران و این افرادی بودن که شعر میگفتن و در اشعار خودشون نقدهایی بر محمد، اسلام و احکام اون داشت. ایشان ادامه میده و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است، یعنی با ترور. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق، آقای رسول جعفری خوش آخونده دیگه، به هر حال داره از اسلام رو چون حق میداند هر نقدی بر اسلام رو مخالفت و ضدیت با حق تعبیر و تفسیر میکنه. از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده. پس این یک سندی است که به صراحت نشان میدهد که در تمام سیره های پیامبر اسلام این مواجهه با تبلیغاتچیان، شعرا و خطبا وجود داشته که ایشان اونها رو از بین ببره. در هر حال محمد حرکت میکنه بنابر نقل ابن هشام در محرم و بر نقل واقدی در ربیع الاول که به هر حال اگر در محرم باشد باید او رو ما رو حرام هم بدانی، به سمت یهودیان خیبر. اما یک نکته جالبتری هم حالا به ذهنم رسید در سنم. در چند واقعه محمد زمانی که از راه های مختلف عبور میکنه، خب سوال میپرسه که این نام این مسیر چیست، نام آن راه چیست، نام این کوه چیست. بلد راه به او میگوید که مثلا نامش فلان است. محمد چون انسان خرافی بوده
میگفت نه خیر، از این راه نرویم، از آن راه برویم. و در واقع در همین راه هم پیش آمد که مثلا شخصی گفت این راه کجاست، گفت حزن، گفت نه خیر اینجا نمیرویم، گفت آن راه کجاست، گفت هاتف، گفت نه خیر اینجا هم نمیرویم، گفت آن راه کجاست، گفت مرحب، گفت آن اینو میرویم، چون به مرحب به معنای خوش آمد هست، در واقع گفت از همین راه میرویم. خب حالا دقت بفرمایید، همین خرافات ما امروز هم داریم در مورد جادوی نامها یا بسیاری از امور دیگر، که بسیاری فکر میکنن این کار فقهاست که مثلا آوردن و این نوع خرافی بودن نسبت به نامها، جاها و یا اماکن رو برکشیدن، در حالی که در سنت محمد هم بوده و خود واقدی و دیگران هم آوردن که پیامبر اسلام به نام نیک فال میزد. حتی بسیاری از اشخاص رو که نامشون هم بعضن نامهای جنگی بود یا نامهای نامتعارفی بود، ایشان تغییر میده. در این راه داستانی رخ میده که هنوز به خیبر نرسیدن. یکی از افراد قبیله اشجع رو پیشقراولان محمد به اسارت میگه. حالا دقیق بفهمید نوع رفتارشون با این شخص پیشقراول چگونه است. این رو هم واقعی آورده و من میخوانم به عنوان آخری سند در این بخش و بعد در نوبت بعد برمیگردم به اون مسئله خیبر. حالا چه میگوید؟ واقعی اشاره میکنه که وقتی این شخص رو گرفتن، خب سوال کردن که یهودیان خیبر در چه حال روزی هستن، او هم یه سری اطلاعاتی داد. اما نکته جالب این داستان این اجبار یا نوعی نگاه تحمیلی است که مسلمانان نسبت به افراد دیگر داشت. واقعی این رو در صفحه 487 و 488 کتاب مغازی آورده. میگوید عباد ابن بشر تازیانه خود را بلند کرد و چند تازیانه به او زد و گفت تو جاسوس یهودیانی، راست بگو وگرنه گردنت را خواهم زد. آن مرد عرب گفت اگر به تو راست بگویم مرا امان میدهی؟ عباد گفت آری. خب ما تا اینجا فهمیدیم که شکنجه هم وجود داره. حالا ما در داستان کنانت ابن ربی به شکل مفصل به این مسئله شکنجه خواهیم کرد. بعد میگه که حالا پیامبر آمد. چون پیامبر وارد خیبر شدند، اسلام را بران مرد عرضه داشتند و فرمودند 3 روز به تو مهلت میدهم. اگر مسلمان نشوی، این تناب فقط وقتی از گردنت باز میشود که بر فراز دار رفته باشی. پس آن مرد مسلمان شد. در واقع این نوع رفتارهایی است که مسلمانها انجام میدادند و به نوعی اسلام اجباری رو هم ترویج میکردند، در کنار اسلامی که به اختیار هم. این رو هم واقعی آورد. بنابراین ما میبینیم که پیامبر اسلام برای نوعی ایجاد مشروعیت جدید در میانه راه حدیبیه تا مدینه سوره فتح رو نازل میکنه. در اون سوره وعده دادن غنایم رو به مسلمانان میده تا بتونه اینها رو با رشوه دادن به نوعی دوباره در دامان اسلام گرم نگاه داره و این نوع رفتارها در سابقه پیامبر اسلام هم وجود داره.